سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. هرچند که زنان قدرتمند در دوره قاجار جمعیت زیادی رو تشکیل نمی دادن، اما این وضعیت اصلاً به معنای حضور نداشتن خانم‌ها در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد اون دوره نبود. در هر جا که فرصتی پیش می اومد، بانوان با توجه به موقعیت پیش اومده نشون می دادن که در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی کم از مردان نیستن و میتونن نقش مؤثری رو در ایجاد تغییر داشته باشن. این مهم به ویژه بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت بیشتر به چشم اومد و به خصوص زنان طبقات بالای جامعه به تکاپوهای گسترده‌ای برای ایفای نقش بهتر در عرصه‌های مختلف پرداختند. با این حال بیشتر این اقدامات محدود به فعالیت‌های فرهنگی و احیاناً سیاسی بود و کمتر پیش می‌اومد که یک خانم شمع اقتصادی خودش رو به رخ بکشه. اما در مورد اشرف الملوک فخرالدوله وضعیت فرق می‌کرد. او دردانه مظفرالدین شاه و دختر سرور السلطنه بود و ما در این میان نگاهی داریم به سرنوشت اشرف الملوک فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. مادر اشرف الملوک فخرالدوله به عنوان زن عقدی شاه قاجار همه کاره دربار محسوب می شد و جناح خودش رو داشت و این مسئله با توجه به حالت جسمی مظفرالدین شاه و ضعف قوای درونی وی قدرت فراوانی رو به سرور السلطنه داد. فخرالدوله که ظاهراً سومین فرزند و حاصل وصلت پسر ناصرالدین شاه با خواهر عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود، اخلاق و رفتاری متفاوت رو نسبت به دیگر دختران درباری داشت. او ذاتاً به فعالیت‌های اقتصادی علاقه‌مند بود و اصولاً ورود وی به عرصه بازی‌های سیاسی هم بیشتر با همین نیت صورت می‌گرفت. یکی از فرازهای مهم زندگی فخرالدوله ماجرای ازدواج اوست. 14 ساله بود که نجم السلطنه خاله وی و مادر دکتر مصدق تصمیم گرفت که فخرالدوله رو برای پسرش عقد کنه. مقدمات فراهم شد و قرار و مدارها رو هم گذاشتن. ولی شاه قاجار ناگهان تغییر عقیده داد. چرا؟ چون فکر میکرد که خانم نجم السلطنه خیلی قدرتمند نیست. این شد که فخرالدوله به عقد محسن خان امین الملک پسر علی خان امین الدوله در اومد. مردی که در زمان ناصرالدین شاه رئیس دارالشورای کبرا بود و در دوره مظفرالدین شاه مدتی سمت صدر ضمیر رو داشت. محسن خان امین الملک برای ازدواج با فخرالدوله همسر اول خودش رو طلاق داد. به این ترتیب دل دکتر مصدق هم شکست. فخرالدوله از همون نخستین روزهای ازدواج نشون داد که هم شمع سیاسی داره و هم شمع اقتصادی. او پس از عزل پدر شوهرش امین الدوله با علم به این که احتمالاً وی هم مثل دیگر صدر اعظم‌های قاجار به قتل میرسه، هنگام تبعید با وی همسفر شده و به این ترتیب اجازه نداد که او و شوهرش به دست ماموران شاه کشته بشن. اشرف الملوک بعدها وقتی که امین الملک به دلیل تسلیم کردن مشروط خواهان مخفی شده بود، توسط مجاهدان گیلان دستگیر شد و در شرف اعدام بود که باز هم همسرش به دادش رسید و با توانمندی‌های خاصش در ایجاد زدوبندهای سیاسی تونست شوهرش رو از معرکه بیرون بیاره. فخرالدوله حتی با سردار سپه هم درگیر شد و در نخستین روزهای قدرت گرفتن رضاخان به قم رفت و خانه‌ای در نزدیکی حرم حضرت معصومه گرفت. فخرالدوله برخلاف پدرش از هوش نسبتاً بالایی برخوردار بود. افزون بر این، دختر مظفرالدین شاه جرأت فراوانی برای ریسک پذیری در فعالیت‌های اقتصادی داشت. او معتقد بود که دیر یا زود باید از اقتصاد سنتی عبور کرد و شیوه‌های نوین رو در این زمینه مورد استفاده قرار داد. برخی مورخان او رو نخستین کسی می‌دونن که زمزمه ایجاد بورس ملی رو سر داد. اون هم در شرایطی که اوضاع مملکت چندان رو به سامان نبود و اقتصاد ایران در مسیر ورشکستگی گام برمی داشت.
بنابراین میشه فخرالدوله رو در زمره اقتصاددانان نواندیش ایران قرار داد. هرچند که آرزوی وی تا 12 سال بعد از مرگش محقق نشده. استفاده از تاکسی به عنوان وسیله نقلیه عمومی در ایران نیز ابتکار فخرالدوله بود. ظاهراً او در سفر حج و هنگام عبور از قاهره در حدود سال 1301 خورشیدی با دیدن وسایل نقلیه عمومی به فکر راه اندازی شرکت تاکسیرانی در ایران افتاد و بعد از بازگشت این کار رو آغاز کرد. با این حال هنوز مردم به تاکسی روی خوش نشون نمی دادن و چند سالی وقت لازم بود تا شرکت تاکسیرانی فخرالدوله بتونه جای خودش رو در میان مردم باز کنه و تعدادی از درشکه‌داران تهران رو بتونه وادار کنه که وسیله خودشون رو بفروشن و تاکسی بخرن. نخستین مدل‌های خودرویی که برای تاکسی در نظر گرفته شد مربوط به کارخانه فورد بود. فخرالدوله با سرمایه شخصی به درشکه‌داران وام میداد تا بتونن تاکسی خریداری کنن و به این ترتیب این وسیله نقلیه عمومی ابتدا در تهران و سپس در سایر شهرهای کشور مورد اقبال قرار گرفت. با این حال فخرالدوله نتونست ریاست تاکسیرانی رو مدت زیادی حفظ کنه و چندی بعد ناچار شد که اون چیزی که ساخته رو به نوکیسه هایی واگذار کنه که با رضا شاه ارتباط تنگاتنگی داشتن. فخرالدوله روزهای پایانی عمر خودش رو در عزلت و بدون مراوده با دیگران گذروند. مرگ فرزند ارشدش حسین او رو سخت پریشان کرده بود. به همین دلیل تنها در باغ شخصیش که امروزه محله الهیه تهران روی اون ساخته شده زندگی می کرد و فعالیت‌های اجتماعی وی به کفالت کودکان بی سرپرست و ساخت اماکن عام المنفعه عمومی محدود شده بود. فخرالدوله در سال 1328 مسجد بسیار زیبای فخرالدوله رو در خیابان فخرآباد دروازه شمیران ساخت. او در دیماه سال 1334 دار فانی رو ودا گفت. هرچند که وی وصیت کرده بود وی رو در نجف دفن کنن، اما به دلایلی این کار میسر نشد و پیکر فخرالدوله رو در گورستان ابن بابویه در شهر ری به خاک سپردن. خب دوستان عزیز، این ویدیو در اینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید و اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.